صحبت عزیزان افغانستانی اینه، ما اصلا چرا باید به ایران آب بدیم؟ اصلا چرا ما در واقع موظف هستیم بخشی از این آب رو رها سازی بکنیم؟ اگر اونها اصلا به قول خودشون در ایران یه زرمسلی دارن، میگن چی؟ چهار دیواری اختیاری ببندن آقا، در مملکتشون رو نمیخوان آب بدن. آیا ما میتونیم بگیم آقا چرا نمیدین؟ ما همچین حقی داریم؟ اگر داریم چرا؟ مادامی که خب ما بعد از سال 1250 که منطقه سیستان و منطقه بلوچستان تجزیه شد، خب دعواهای سر سرحدات مرز و مناقشات آبی موضوعیت پیدا کرد. مستحضر هستید که بعد از اون داستانها ما بارها بین حالا ملت ایران و افغانستان تنش‌هایی وجود داشته و حالا بعضا خود مردم حل کردند و بعضا دولت‌ها ورود کردند به این موضوع. خب ما اولین حکمیت گولدسمیت رو داریم و بعد مکماهون میاد یه سری به عنوان حکم انگلیسی مطابق ماده 6 قرارداد عهدنامه گلستان میاد و بخشید عهدنامه پاریس میاد و خب به عنوان حکمیت با بودجه خود انگلیس میاد این کار انجام میده. خب توی این حکمیت هایی که انجام شده، نیمی از آورد رودخانه هیرمند سهم ایران بوده و نیمی سهم افغانستان. ما در سال 1317 دوره رضاشاه خب یک قراردادی هم اونجا داریم که اگر اشتباه نکنم آیه کاظمی، باقر کاظمی با به عنوان سفیر کبیر شاهنشاهی ایران بوده و با وزیر خارجه وقت افغانستان این منعقد میشه این قرارداد. منتها این مناقشات تا سال 1351 ادامه پیدا میکنه. خب قبل از سال 1351 خب ایران به سازمان ملل میخواسته یک شکایتی ببره که سفیر آمریکا توی تهران میاد و خب حالا پادرمیونی میکنه و در نهایت باعث میشه که یک کمیسیونی به نام کمیسیون دلتا تشکیل بشه، یه فرد آمریکایی، یه فرد کانادایی و یه فرد اهل شیلی اگر اشتباه نکنم میان و خب میزان حالا کشت و کار و سطح زیری کشت رو برآورد میگیرن. 22 متر مکعب بر ثانیه حقابه ایران در نظر میگیرن. اون زمان ایران نه قبول میکنه اینو و نه رد میکنه. این موضوع تا سال 1351 به طول میانجامه و در نهایت خب ما شاهد معاهده 1351 هستیم که در سال 1356 مبادله میشه. تو یکی از بندها آمده که چون یک شایبه پیش میاد که میگه آقا این قرارداد توی مجلس افغانستان به تصویب نرسیده، خب ما با کودتای داوود خان مواجه میشیم و خب مجلسی وجود نداشته اون موقع. منتها توی بند آمده زمانی این قرارداد رسمیه و قابل اجراست که مبادله بشه. سال 1356 این اتفاق میفته. خب ما 22 متر مکعب بر ثانیه خب طبق اون برآوردها بوده، 4 متر مکعب به صورتی به خاطر مباحث دوستانه دو ملت هبه میشه به ایران، میشود 820 میلیون متر مکعب در سال. از اولین نتیجه گیری بکنیم حالا چرا ما حق داریم؟ پس دو تا دلیل، یکی این که ظاهرا این بخش، البته من باید یادآوری بکنم یه قوانینی هم نسبت به سرزمین های پایین دست کلا تو سازمان ملل هست. بله، ما یه سری قوانین رودخانه های فرامرزی، یک سری بر اساس اون قوانین علل قاعده اگر جاها عکس میشد، یعنی اگر این رودخانه معکوس می بود و افغانستان می افتاد تو پایین دست، ما باید یه تحقابی و صحابی طبق قوانین سازمان ملل میدادیم بهشون. یه بخش دیگه هم این حق به این دلیل به ما تعلق داره چون قراردادهای بین ما و اونها امضا شده که آقای آبدی توضیح دادن، 1317 و بعدیش 1356 فرمودی با موسی شفیق و 1351 اتفاق افتاد، معاهده 1356 مبادله شد.